یالا آقا شهرونده، من قطع کردم، فداتون بشم. عشق من این آقا، عشق من این، فداتون شم. خوش اومدید، خیلی خیلی خوش اومدید. آقا شهرونده، من قطع کردم، بسته پستی اومد برا من، باید تحویل میگرفتم. ببین بارون شدید هم میاد، نگاه کن. عشق من این، ببخشید بانو مریم عزیز، فداتون بشم. علی آقا من کوچیک شما، لندنم خوب زیاد داره، فداتون بشم. آقا ما هم دوستتون داریم سهر جان. بابا انتظار عزیز، من هم عاشقتونم. به عشقتون بیسکویت اصلی میخورم، نه اون اصلی هانیکانا. جون هانیکانا فداتون بشم. من خواستم آموزار سلام زاخور، چاو منن خلق زاخور. عبدالعزیز سید هنی نهنا خورده، مال شما رو تا دسته خورده. جون هنی کنم. او فراد عزیز تا جون دارم، تا جون دارم، تا وقتی که نفس میکشم، من داستان و پرونده داشت وعید مرادی رو تا موقعی که انتقامش پس نگیریم همینجوری باز میمونه توسط سید آرپوش، تا موقعی که هانیکونا و تیم مفعولش برن زیر خاک، اونایی که دستشون به خون وعید مرادی و مهدی سیاه و هزاران هزار نفر دیگه آلوده است، باید تواس بدن. سید آرپوش همچنان در نهضتش ادامه داره. عشق منی، روح داشت وعید مرادی، همه خوبانمون، عیزای دلمون، اسیران خاک، شب جمعه از شاد، روح و بروزم شاد. سلامتی آقا نادر بیابانی، آزادیش. عشق منی، زاخو عشق منه. آزادی امین مروتی، بچه محلای خوبم. میخوای بدونی چی شد؟ فداتم. حوله حوصله ای چیزا رو نهاریم دیگه، همش پستی میاد برامون دیگه، عصر تکنولوژیه دیگه. سلامتی آقا سمت کرده، موسا ملکی، همشهری و همتباره و فامیلا. زنده باشن آقا سمت کرده. آقا بابک خوش اومدید داداشم. رونی عزیز، آقا علمساز قلب من، انشالله همیشه شادیاتو ببینیم. آقا علمساز، آقا مرتضا، داداش میرم میخونم. سلام کاکا گیان، خوشحالی. محسن میگه نمیاری، چی نمیارم؟ سلام کاکا گیان، خوشحالی. آقا مسعود خوش اومدی کاکا گیان. علی رضا جان خوش اومدی داداش. آقا جواد، آقا جواد نفر، به به، خدا رحمت بکنه علی آقا نفر رو. بچه محلای خوب هم، پرچم شما هم بالا. سلام اسدی، ترابل زیرو، سلام عزیزم. سید تحویل بگیر، من کوچیکتم. آقا علی رضا سلام عرض کردم داداش. سید میخوام تیر هوایی داری، فدات بشم. آقا محسن قلب منی داداش،
آقا امیر، پرچم شما هم بالاست. آقا ما چه کردیم؟ آقا مرتضا آرد جا، ممنونم داداشی. روح وحید مرادی شاد، پرچم زاخوا خال آسمان. آقا محسن در پناه خدا باشی داداش. بله بله بانو الناز، شب جمعه است. ببینیم بانو ناز خوبه. بانو نازی خوبی؟ سلام 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 عزیز دل جان عزیز، ما هم دوستتون داریم. میگه سید بگو هانی دقیقا کجاست؟ دقیقا زیر شماست. میگه سید نیست، نت نیست، چیکار کنیم دیگه؟ لا اله الا الله، حیدر کرار هم نگهدار شما باشه. سهر میگه بیار بالا. سهر برای درخواست فرستاده، رد دادی. ایل ملک شاه چاو منو سلام آموزا. بابا آرش عزیز، پرچم خوزستان بالاست. 10 دقیقه دیگه منو بیار بالا لباس بپوشم. الناز چش عزیزم، آقا مسعود، ایلام، همتوارای خوبم. سلام 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 اهلا و سهلا. سلام اهلا و سهلا یا حبیبی یا حبیبی چاو منی نوکرت مازد سلامت بود. من نوکرت هم خاکم ایمان قلب و روح منی قلب می و خدا آزد قلب منی عزت مرس دیر منی خدا و یه ایل من بیوچه وطن نوکرت هم خاکت مازد پرچمت باراست و ناموس دارگم پرچمت آبا خدا دارگت بیله گیان و دارگی روح بدنی نوکرتی فرا دوست در ما هست خدا وکی اندازه یه دنیا دوست در خدا بیره گرد بیچه رت ما هست چه خواهد والله گشت ما خوی من الحمدلله شکر خدا سلامت بیا هستی نفسی کیشی من شکر خدا نوکرتم هست سلامت بیا هستی بودار بخشی شهرمنده نتنسم بیارم تا ما عزیز یا هست لایف دار بخواستی من بیام و با نتنسم بیوچه و تماس فرد دوست داریم اندازه یه دنیا بچه ده ایدام کنی آن دپر را دوست داره ایمان دوستان دیریم من هم وقت من اعتبار دیریم من یا خداست یا ایلام یا ایل تبار ما نوکر تماس نوکرتم خاکتم دی چه خواهر خوشاری شکر خدا نفسی میاد و میره به قول فارسا بیوچه و تماس سلامت بی بیار ایدام سرسری بیدم ما های مقرمت قدم رو بود فریه خوشحال بیم آموزا نوکر تماس پرچمت ها بان و شیر دارگم دیتا فره دوست دیریم فره خدا بیلگه تا نوکرتم نوکرتم سلامت بی آسه فریه خوشحال بیم آموزا نوکرتم سلامت بی آسه بیوچه قطم سلامت بوی حدی نگه داره حدی نگه داره ناسه سلامت بوی یا حدی آقا علمساز غلامتم ایشی فریه نازاری زور سپاست کرد بچه های لرستان قلب من هم آزادی آقا محسن لرستانی ایشالله همه دست بستا لا 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 خودش برای خودش پشت میاره دیگه چیکارش کنیم دیگه این هانی کنا رو آقا صادق عزیز دل منی
سید نفوذی ها چی نمیدونم. آقا اسد یراد درخواست کردم. قلب منی آموزا. سلامتی آقا نادر بیابانی. سعد درخواست برات فرستادم نیومد. میگه برق خونه ما امشب قطع شد، تقصیر خانی کلا بود. سلام. نت شما هم ضعیفه. متاسم. مولا همه ازیاد ازت همهش تعریف کردیم. با صدا و پوش قلامت هم آقا علم ساز من فداتشم. شما خوبی داداش. سلطان نادر بیابانی پرچمش بالاست. آقا رضا جدی میگی چی عزیزم؟ چی رو جدی میگم؟ آقا جواد خوش اومدی. میگه لا تلعب به شواربک. میگه سید جان صدا نیست. والا صدا بچه ها دارن انشالله. میگه فیلتر شگر روشن کنین درست میشه. عشق منی. کلن هر اتفاقی تو ایران میفته تقصیر هانی کناست. یه سرش به هانی کنا میخوره. آقا جواد قلب منی. آقا مسعود فدات شم. آرش میگه چی سیبیل بزرگی داری سید. بله آقا مشتبه عزیزم. بسم رب الموکلین و الاجنه. آقا جوادیه آموز آقا شاتی. اووردم بلا نتا ضعیف سرزم. یا الله سلام آموزا. یا الله سلام علیکم. چاکرم مخلصم. خوبی سلامتی. فضا بشم آموزا قلب منی. قربونت برم درود چشم منی آموزا. از ادب دارم خدمت شما و تمام دوستانی که اینجا نشستم. عشق منی تاج داری داداش. نونکرتم. خدا حسد کنه. خیلی دلم سد خدا شاهده جان. میگم خیلی دلم واسه تنگ شده. ما همینطوره. امروز اولین بار سعادتش دارم بعد سالها از روبرو ببینم تو لایو. قربونت برم. خودت خوبی؟ آس خانم خوبه؟ ماما اینا خوبه؟ همه خوبن. همه دارن. همه سلام دارن خدمتون. فداتون بشن. فداتون بشن. اصیلین اصیل. من فرصت بشه. انشالله میام. میخوام بیام لندن حقیقتش. بیا دادش بیا نوکریتو میکنیم داداش. خواهش میکنم. خیزم. پرشم خوبای ما تو استکال بالا سلام. زنده باشی رایزم. زنده باشی نجزی کرد نوکردم. سلام عرض مکم و لکی مخازم و لکی و گرد لکله بوشه. بیش فره خوشحالم. بعضی موقع ما هم اره سیر مکم هرچی لکتیه ده اره فره خوشحالم. و جو بگیان خواهد دلو نموشی برای چاو منن لکله چاو منن آموزایی عزیزم. آقای بیابانی سلام آزادی. آه والا این من لکیش مزانیم گوشیم براکم. خدا بیرگر لکل گیان مانه چاو مانه عزیزم برا عزیمتم یک کمی و لکیش ولی هم بیشه من خوب کردی. برخواه هر جای دنیا بیشی لک هست آقا سید. آه همه جا هستن آموزاد لک شوان یا نه برالم این من ملک شای ما گشت مان برای من گشت مان برای من عزیز چاو بود خیلی ما یکی برا عزیز منیم آموزا چه خواهد خواهد خوری؟ والا سلامتی
دی کم کم هوا اینجا سرده حقیقتش. درام ایش هست، درام ایش. آره اونجا هم اینجا هم دیگه هوا سرده، استکهلم دیگه. حالا باز یه خورده بهتر شده نسبت به قدیم، میخوای حساب کنی یه خورده بهتر شده، هوا عوض شده حقیقتش. بازم تقصیر هانی کنه، بازم تقصیر هانی کنه است. کلی سامانی اونجا چقدر زشته ها، آدم درخواست کنه، التماس کنه به مردم تو رو خدا عکس منو بذاری، تو رو خدا بنویسی سلطان مشتی مردی گفتن، برو اول سوال کن مرد بودن چجوریه، بعدم بیاین چی کار گفتن. خدا پدر مادر امروز اتفاقا دیدید استوری کردم، یکی از دوستان گفت آقا من یه چند وقت کارهای شما رو دنبال میکنم، من هنوز نتونستم شخصیت شما رو پیدا بکنم، در چه شخصیتی داری، چه بله. چه وجهی داری. گفتیم آقا همین سوال خوبیه، بذار مطرحش کنیم، بذار مردم ببینیم چی میگن. حالا ما خدا شاهده هر چی نوشتن من همونجوری استوری کردم گذاشتم. ای والله ای والله درست نیست، باید مردم بیان بگن آقا، نه اینکه تو بری مثلا هانی کنا بری آقا بگی بنویسین سلطان هاواوران هانی کنا برادرم فلان. آره درخواست کردی اسم دیگه هم میبره، نمیدونم چی چی درویش، نمیدونم بابا عزیز من اینا دو کلام بلد نیستن صحبت کنم با مردم. چطور میتونی سلطان بودن یا آقا بودن اصلا هنر مردم تعیین میکنن تو کی هستی. دقیقاً اینجاست که میگن سلطان مجازی یا خدا هانی کناست، خیلی ها باورشون نمیشد دایی. من نمیدونم با چون من از روزای اولی که اومدم تو این فضا فهمیدم که این بی‌ناموس اومده از فضای مجازی به صورت بهینه خوب استفاده کرد، چون یه روبای مکاره این. درسته، پول مواد مخدر داره، پول بیناموسی مخبری داشت، اینا اومد تو فضای مجازی خرج کرد، صدها پیج درست کرد و یه تیم خوب و قوی درست کرد از هکر و نمیدونم پیج بازا و اینستاگرام بازا و اینا. خب اومد از اینا استفاده کرد، چپ راست یه خط درمیون همش از خودش تعریف کردن این هانی کنا. خب قدیمی ها که اینو میشناختن، میشناختن این چه مفعولیه، عروس زندان هاست، مخبر آدم فروشه. جوان ها نمیدونستن، جوان ها 17-18 ساله نمیدونستن این چه تاریخ سیاهی داره. ببین حتی الان این ویسه که الان دیدی به بچه 16، من چقدر تذکر دادم، چقدر به دوستان هوشیاری دادم، گفتم دوستای عزیز من هوشیار باشین، این بی‌ناموس هانی کنا رو جوانای 17 و 18 و 19 ساله داره کار میکنه. درسته، دقت داشته باشین این بچهای شما رو بی آبرو بی ناموس معتوش و بی شرف و بی غیرت نکنه. بابا درسته عزیزم، درسته. این الان درسته، ما وظیفه‌مون رو به قول معروف تا اونجا که درستیم انجام دادیم، باقیش هم دیگه میمونه با خدا. آره درسته آقا سید، حرف آقا من دو تا سوال تعریف میکنن، همین بچه های استکهلم هم ازت خیلی تعریف میکنن آه. اینو جدی دارم، عشق منن، داشته منن، خیلی دوستت دارن، خیلی خیلی خواهنی، واقعا جدی دارم بهت میگم، میگم کارش درسته، شخصیتش قشنگه، همیشه حرفاش منطقیه، خیلی شخصیتش بالا. ببین آدم اینجور چیزا رو وقتی میشنوه خب میگه خب واقعا اینشون شخصیتش مشخصه دیگه، مشخصه شخصیتش. آقا من سه تا سوال میکنم، ببین من میخواستم تو من یه کلیپ بدم، یه سه تا سوال طرح بکنم. اگه هانی پسر باباشه و راست میگه و آدم خوبیه، این سه تا سوال جواب بده. با یه کلیپ هم نمیخواد، چون میدونم امنیت بهش گیر میده، میگه به خاطر قضیه داداش وحید مرادی خدا بیامرز که صدا بلند نشه خب ساکت بمونه، این قضیه ازش خواستن که کلیپ نده بیرون. خب بیا تو یه دونه این روزنامه های کسی را انتشار تو همشهری اطلاعات که هم جواب بده. سه تا سوال. یک، از کجا آورده؟ درسته، کسی که 16-17 سال تو زندان بوده، 16-17 سال هم لب و دهن مستی بوده، خب کسی بوده که به خاطر یه موتور برابا تو 17-18 سالگی با چاقو مادرش رو میزنه که یه موتور برابا براش بخره، الان تو 40 سالگی زیر 40 سالگی پورشه سوار میشه، باغ داره، خودش میگه دیگه باغ دارم، خب خونه دارم، ویلا دارم، فلان، اینا رو از کجا آورده؟ این سوال یک، اینو جواب بده. سوال دو، اگه کونی نیست، هانی کنا کونی و مفعول نیست، چرا مردم عکس، معذرت میخوام، عکس خالکوبی کردن رو معاملشون؟
وای وای وای. خب بیا جواب بده، اگه هانی یه مفعول نیست چرا مردم شما اسم نمیبرم، شما میدونی رو معاملهشون اسمش خالکوبی کردن، تازه یه خط قرمز هم زیرش اضافه کردن تازگی ها. سه این سه تا سوال جواب به من بده هانی کلا، بعد دیگه من کاری باش نهرم. سه، کسی که مؤمنه، کسی که توبه کرده، کسی که آدم جنگی سینه سوخته است، خودشون میدونه، هانی کنا اینا رو میدونه دیگه، خب چرا از اینجا بلند میشه میره سوریه سید زینب، از سید زینب دقیقاً. از سید زینب بلند یه راست نمیاد ایران، یه راست میره ترکیه تو بغل داوود هزینه بیناموس که خانوادگی هم ناموس ایرانی رو خونه تیمی کن دارن، هم ناموس ایرانی رو میفروشن، هم مفعولن، خب و هم استانبول تو ترکیه پر تیغدار و جگردار و جنگی و مشتی و ورزشکاره، همه اونا رو تو ول بکنی هانی، نری پیش اونا، یه راست بری تو بغل یک یه آدم به نام داوود هزینه که تمام تاریخش کسی بود. این سه تا سوال به من اگر جواب داد، منطقی جواب داد، خب نمیخوادم کلیپ بده بیرون چون میدونم امنیت بهش گفته نده بیرون، خب تو روزنامه های کسی رو انتشار بیرون جواب منطقی بود، من دیگه باش کاری ندارم. نمیتونه آقا، این نمیتونه، روش حساب نکن، ایشون الان مثل این مون. آقا اگه غیر منطقی میگم بیاد یه به ما بگی غیر منطقی داری میگی، سیر داری تهمت میزنی. آره درسته، نه این اصلا مرد نیست، میدونی این باید بشینه با کرده انقدر زندگی کنه که بفهمه معنی مرد چیه. همه که میدونه این خیلی چیزا مونده، این دو سه نفر باش رفیق شدن فکر کردم مثلا آه دیگه تموم شد من کرد شدم. آه اونه که باش رفیقن نوچه پولشن، کرد اسم کرد یک نوچه پولشن. سلام عمو جان، یک نوچه پولشن. سلام عمو جان، سلام قربونت برم، سلام عزیزم، خدا حفظش کنی. ممنون عزیزم، ممنون عزیز دل من، خیلی خوشحال شدم. زنده باشی، منم همینطور، منم همینطور، انشالله که پیروز باشی آقای سید. کوچیکت هم داداش عزیزی کرد لور لک برای عزیز بری از سلام من رو دارم این برسانی براده عزیز تحیات مام جعفر بزرگوار، خیلی خوش اومدی. عزمتی سلام عمو جان، آقا سوالایی که کردم منطقی بود دیگه ها. آقا یاشار عزیز عشق منی، آقا صادق فدات شم، آقا جوادی گل منی، آقا جواد نفر عشق منی، بچه های گیلانگر قلب منی، آقا صادق فدات شم داداش. میگه منطقی ولی هانی کنا مرد این حرفا نیست که بخواد جواب بده. سلام آقا مشتبه گل، یه سوال دیگه هم طرح میکنم به غیر از اون ست سوال. خیلی از چغالای هانی میان دم به ساعت به ما میگن برو با هانی قرار بذار، بیا رو در رو بشو با هانی فلان. آقا دیگه این آخری عباس قرسی اومد داره فش میده به هانی کنا، سباش هم قرار دعوا گذاشته. چرا هانی کنا نمیره سر قرار دعوا؟ مگه اون عباس قرسی نیست؟ چرا هانی کنا نمیره؟
سر قرار دعوای عباس قرصی. بعد میان به من میگه سید آیپوش بیا برو تو برو باش قرار دعوا بذار، برو تهران باش قرار دعوا بذار، برو تهران، برو ترکیه. تو بدونین این بی وجوده، بی ناموسه، مفره. آقا سینا خوش اومده. مام جعفر هستی داداش؟ میگه تو پیج آنی رو صد دفعه گفتیم بیا سر قانون نمی وجود نکردی. خدا بیامرز آقا بهروز حاجی‌لو از همدان بلند شد اومد تهران، نرفت سر قرار. یا الله یا الله پیج آن سلام نوکرم بشین برو خدا بشین فضاد بشن پیج آن سلام استاد منی خوبی سلام باشی خاک پاتم خوبی زنده شما باشی. دشمنت خاکت باشه داداش خوبی سلام باشی قضای سید بشم خدا نکنه ما فلش کنیم شما سالمون زنده باشیم به آبروی محمد و آل محمد. من غلامت همون محمد نگهدارت باشه همچنین اللهم صل علی محمد. آقا سید جیگردار، آقا سید با وجود، فدای ادبت باشم غلام. دیدم آقا سوالاتم دیدم از مردم میپرسی، از واقعیت هیچ کدومش به دور نیست. آقا ادبتون باشه. این سوالی که میکنیم منطقیه، چیزی هم که منطقی باشه بیان جواب بدن دیگه. راست میگه جواب بدن آقا، بیا جواب بده. سه تا سوال از خود هانی کردن، یه سوال هم تر کردن برای اونایی که میگن آقا بیا تو برو با هانی رو در رو شو. گفتن که آخریش دیگه عباس قرصی بود که جز تیم خود مفعول هانی کنا بود، باش قرار دعوا گذاشته بهش میگه نمیاد سر قرار. درسته. اون موقع میخوان من از لندن بلند شم برم تهران، برم ترکیه باش قرار بذارم دعوا بکنم. اون یه آدم مخبر اداری بیشرف بیناموسه. اون هیچ موقع نمیاد رو در رو بکنه. والا پری روز بود با داش سمد رفتیم یه قهوه خونه خود عطاوک، خدا شده خود بچه های قهوه خونه همه میگفتن اگر ملت بدونن که این هانی این پولا رو از چه راهای کثیفی به دست آورده، اصلا شیشه فروشیشو انقدی کثیف نمیدونستن. این به کنار، خب راه‌های دیگر رو اگر بدونن مغزشون سود میکشه. میدونم خیلی از راه‌های کثیفی. بله داداش. بله داداش. ببین ابتدا به ساکنش خب از آدم فروشی و ناموس فروشی و مخبری به دست آورد. بعد تو مرحله بعدش آشپزخونه‌های شیشه زد. تو مرحله بعدش آثار باستانی، ببین من دارم به نشانی میگم، آثار باستانی توی جاده ساوه و شیراز را به یغما برده، آثار باستانی ایرانو. این تو مرحله بعدیش. تو مرحله بعدیش با زمینخارا، راندبازا، اختلاسگرا دست به یکی کرد. تو مرحله آخرش الان ترانزیت ناموس ایرانی میکنه. درسته. این 4-5 مرحله یه بوده که در طول این 30-40 سال عمر ننگینش خب گذرونده هانی کنا. آوا این حبسی که این کشیده به قول خودش دای صمد هم کشیده دیگه. خدا پدر من اینو گفتم نگذرم 16-17 سال منه میگه حبس کشیده، دای صمد هم 16-17 سال. چرا آقا صمد کرده میلیاردر نشد؟ میاد میاد تو لایو میگه آقا من همش 2,400,000 تومان 400 به مولا 50,000 تومان مثلا پول دارم. خب چرا سمت کرده میلیاردر نشد؟ چرا نشد؟ به علی خیلی عزیزتر از اینه، خیلی بین تو جامعه بود. خیلی ها چرا نشد؟ دلیلش چی بود؟ دلیلش اینه که
درست زندگی کرد داشت سمد، این پولا نخورد، دوربر این پولا نرفت، این رفت شد میلیاردر. حالا ملت هم نمیدونن که آقا این فکر میکنن زحمت کشیده، بیل زده، کار کرده، این پولو به دست آورده. ملت هم این فکر رو میکنن. خیلی بیناموسه، خیلی بیناموسه، خیلی بیناموسه. خوشحالم آقا، من دیروز عزیزی با اون بابا صحبت کردم، خیلی نکرم انشالله اوکیه، انشالله گفت با تو صحبت کرده، گفت با تو صحبت دست گله درد نکنه. درسته، گفت با تو صحبت. آره. دیروز داش صمد پریوز داشتیم میرفتیم با داش صمد هم صحبت کرد. آره، دست درد نکنه. آره، بدون که بگیرم. آره، جون بشم. سلامتم. آقاییته. عزیزی. خیلی خوشحال شدم. نور چشی. علی بشی دور برام. بشی سه جان. آقایی، آقای، آقا. سلامت. سلام به خانواده محترم. علی تو بشم. یادتو. خب خب دوستای خوبم، اجازه بدید من لایو رو قطع بکنم، یه بریک بگیریم، بعد ان شاءالله تو یه لایو دیگه بازم بیام در خدمتتون باشم.